رنگ سوم غربی. آره. آقای براتی باید باشه. سلام، خواستی منزل آقای براتی؟ این اواخر علائم خاصی به وجود اومده؟ چرا داشتم بیمارستان رفتم ساختم دکتر ریه اسکن گرفتم. قرنطینه کامل هستن، نه کسی میاد خونه نه ما جایی میریم. Iran is dealing with one of the worst COVID-19 outbreaks of the global pandemic, exacerbated by a bungled government response and an economy devastated by sanctions. Volunteers from the Red Crescent Society distribute masks and gloves to the people most vulnerable to the virus. But Dr. Karim Hamati, the group's president, says they've struggled to obtain enough PPE and other crucial medical supplies. ما روزهای اول در واقع که امکانات نبود، حتی ماسک سلایه تو کشور نبود، آمادگی تو این سطح وجود نداشت. ما تحریم بودیم از قبل از این که بحران کرونا باشد، مشکلات جدی داشتیم در همه زمین ها. دستگاه ونتیلاتور ما حدوداً 2000 دستگاه ما کم داریم. باید کشورهایی که صاحب تکنولوژی هستن، کشورهای غربی، ما دستگاه رو بفروشن، به ما دستگاه نمیفروشن. Since unilaterally withdrawing from the nuclear deal in 2018, President Trump has pursued a policy of maximum pressure against Iran, imposing punishing sanctions. Well, these are the strongest sanctions ever put on a country. We are at a level of sanction that is far greater than ever before with respect to Iran. There have been widespread calls to ease sanctions in light of the pandemic, which the US has done previously in times of crisis. The Trump administration has so far refused and insists that humanitarian goods are already exempt. But in practice, the threat of penalties, ambiguous guidelines, and limited financial channels deter trade, even for medicine. مثل همه بحران‌های دیگه، افراد پرخطر یا اونایی که در معرض خطر بیشتری بودن، مثل افراد سن بالا، مادران باردار و کودکان، کسانی هستند که تو همه بحران‌ها به طور ویژه باید مد نظر باشن. در بیماری کرونا، افرادی که مصدومان شیمیایی دوران جنگ بودند که در کل کشور بالغ بر 70,000 نفر. سلام. این اواخر علائم خاصی مشاهده نکردین؟ یه مقدار تنگی نفس و یه مقدار دیگه ضعف عمومی بدن و اثر بمباران شیمیایی توسط میگای عراقی. حالا غیر از که یه مقدار پوست و چشم و عرضم به خدمتتون تاثیر گذاشت، ولی عمده تاثیرش توی ریه بود. ریه هم 30% از بین رفته به خاطر مجروحیت جنگی و شیمیایی. The eight-year Iran-Iraq war left as many as 1 million people dead. At the time, the West, including the US, supported Iraq, even as Saddam Hussein waged a brutal chemical weapons offensive against troops and civilians. 30 years later, many victims still struggle with debilitating ailments and need specialized treatments that rely on imported ingredients, drugs, and medical devices. سیتیشو دیدم. ببین یک کدورتای مختصر پراکنده داره، ولی میدونم منظورت کرونا، برای کرونا مثبت نیست. دکتر لیلا موئن is a physician who lost her father to the war when she was just 3 years old. She's devoted her career to working with survivors and advocating for a global ban on chemical and nuclear weapons. و برجام در اصل پیروزی و موفقیت ما بود بعد از 12 سال تلاش صلح طلبانه. ولی خروج آمریکا از برجام در اصل انگار مجدداً باعث شد که اون دیوار اعتماد شکسته بشه. یعنی یک بار که بعد از پیروزی انقلاب دیوار اعتماد مردم شکسته شد، حالا با اتفاقاتی که تو جنگ افتاد و حالا حمایت‌هایی که آمریکا از شخص صدام کرد، و حالا تقریباً تونسته بودیم یه ذره مردم رو ببریم به سمت اینکه حالا اتفاقات قبلی رو ببخشن ولی فراموش نکنن. تشدید تحریم ها باعث میشه که طبقه فقیر جامعه ایرانی و به خصوص بیماران دچار مشکل بشن، و حالا به خصوص بیماران خاص که حالا داروهاشون اکثرا وارداتی هست و هزینه هاشون زیاده. پدر با دوستاش میمدن اینجا، بعد ما هم که سر کار بودیم دیگه نمیشد بیایم. یا هم که بیشتر پیش پدر بودیم، بیمارستان بودن با قول معروف،
بیشتر اوقات اینجوری کنار هم بودیم. یعنی در سال شاید پدر من ماهی، دو ماه، سه ماهی تقریبا یک ماهشو بیمارستان میگذروند. ما هم که کنارش بودیم اونجوری بیشتر همدیگر تو اونجا کنار هم بودیم. Vahid Hashemi's father, Golem, died alone in a hospital on March 17th. Unable to visit because of coronavirus, Vahid and his uncle pay their respects to the Tehran Peace Museum, a memorial to chemical weapons victims like Golem, who volunteered here. حالا چه جالب تر بیاد. یعنی دلت واسه این دارا تنگ نشده؟ آخه. هر روز با این دارا سر کار داشتیم. برو بگیر، بیا، وایسا بده، بخوره. نه دلمون واسه این دارا هم تنگ میشه. همین الانش هم که پدر بودن زنده بودن از بابت دارو خیلی عذاب کشیدیم. این شرایط واسه ایران به وجود بیاد دیگه، دارو نه تنها واسه جانبازه شیمی بلکه کس همه مریض هایی که هستن و به قول من الان احتیاج به یه سری داروها دارن که ایران شرایط تولیدشو نداره، همه سختی رو دارن میکشن. به خاطر اینکه حال پدرمون رو خوب کنیم هر کاری از دستمون برمیومد انجام میدادیم. روند آهسته‌ای که این تأثیر تحریم‌ها به خصوص روی سلامت هم جسم هم روان مردم داره به نوعی یک نسل‌کشی خاموش محسوب میشه و ممکنه الان ما فکر کنیم که خیلی تأثیرش رو احساس نمی‌کنیم، ولی در آینده حالا بعد از گذشت چندین سال، چند ده سال ممکنه این اتفاق بیفته، می‌بینیم که چه صدماتی رو وارد کرده.